از دیرباز شنبه ها روی کانال یوتیوب هما سرشار. تماشاگران عزیز، یکی از مسائلی که پیوسته مورد توجه جامعه و مورد بحث آنان بوده است این است که آیا ایرانیان در خارج از کشور به مباحث فرهنگی و ادبی و مسائل مربوط به تاریخ و زبان فارسی علاقه بیشتری پیدا کردند یا نه. در دیداری از مرکز ایرانیان در لس آنجلس این موضوع با استاد ابوالقاسم پرتو اعظم که در این مرکز کلاس تدریس اندیشه های فلسفی ایرانی دارند مورد بحث قرار گرفته است. به گزارش همکار ما خانم سرشار از این مرکز توجه کنید. در خرد حمادی شاید تنها این توانایی باشد که به خود بنگرد. در محضر استاد ابوالقاسم پرتو اعظم هستیم در کلاسی که ایشون در مرکز ایرانیان پنجشنبه شبها دایر کردند به نام بررسی اندیشه های فلسفی ایرانی. علاقه یه کسانی که برای شرکت در این کلاس ها رو شما در چه میدونید؟ من بیشتر در این میدانم که خود کسانی که روی آوردن به این دوره آموزشی به چم درست فلسفه پی بردن، چون فلسفه برابر است با مهر ورزیدن به دانایی، واژه فلسفه، و این گونه کسان به دانایی مهر میورزن و خواهان گسترش دانایی در خیشند. ولی گمان میکنم که کاری که من انجام دادم و شاید اندک شوری در یاران من پدید آورده آن است که نخست کوشیدم که فلسفه ویژه ایرانی رو یا فلسفه پهلوانی رو که تازیان بدان فهلویات میگویند، این رو از فلسفه یونانی و فلسفه رومی و فلسفه اسکندرانی جدا کنم. کار دیگری که من انجام دادم این است که اندیشه های فلسفی فرزانگان پیش از اسلام رو که من اینها رو فیلسوف می شناسم، مانند زرتشت و پیش از زرتشت باورهای مهری یا آیین مهر و مزدک و مانی، و پس از اسلام اندیشمندان دیگری رو که نهاده های فلسفی نوین آورده اند، اینها رو به زبان ساده با یاران خودم در میان بگذارم و گروهی از کسانی رو که با من همکاری می کنند و به این کلاس می آیند آگاه گردانم از این که اندیشه های فلسفی ایرانی خود دارای ارزش ویژه است در جهان، و نمی خواهم که بیش از این سخن رو به درازا بکشانم، ولی این نکته باید گفته شود که فلسفه یونان خود به ویژه فلسفه افلاطون از زمان پدیداری فرهنگستان یا اکادمی بر کنار از کارسازی فلسفه ایرانی و اندیشه های زرتشت نیست. این بازگشت به ریشه ها و علاقه بیش از حد به ایران باستان، تاریخ ایران باستان، فلسفه ایران باستان و یا جستجو و ریشه یابی که شورش رو اکنون در بین مردم خیلی زیادتر از گذشته میبینیم رو شما دلیلش رو چه میدونید استاد؟ من باورم این است که ایرانی میپندارد که زمانی رسیده است که باید خود رو بشناسد، و این خودشناختن از شناختن فرهنگ خود آغاز می شود. این ایرانی دورمانده و بیگانه شده با فرهنگ خیش گام بر می دارد به سوی فرهنگ از یاد رفته خیش. این شوری که من بر ایرانیانی می بینم که زندگی اگر بشود گفت آوارگی رو میگذرانند به سوی اندیشه های برتر از زندگی خاکی و مادی هست، من بنیادش رو در این میبینم که میخواهند شناسنامه ایرانی خود رو به دست بیاورند. شدن اقامت در خارج و دور از زادگاه سبب خواهد شد که فرزندان ما زبان فارسی را فراموش کنند و رشته های پیوند ایرانیان با سرزمین مادریشان
به تدریج گسسته شود؟ و سوال دیگر که پیوسته مورد بحث قرار گرفته این بوده است که آیا ایرانیان به فرهنگ سرزمین خودشان علاقه می‌ورزند، به زبان فارسی عشق می‌ورزند و می‌کوشند که این زبان را صحبت کنند و به فرزندان خود بیاموزند؟ و آیا در این زمینه مانند مردم دیگر دست به اقداماتی می‌زنند یا اینکه فقط منتظرند که آنچه که باید یا نباید به عبارت بهتر روی دهد؟ همکار ما خانم هما سرشار از مرکز ایرانیان و یک کلاس آموزش فلسفه که در این مرکز دایر است و هفته گذشته گزارشی درباره آن ملاحظه کردید، در برنامه امشب بخش دیگری از این گزارش را خواهید دید که با گروهی صحبت کردند درباره سوالهایی که من مطرح کردم و این سوالها را با آنان در میان نهادند. به این گزارش توجه کنید. شما تصور میکنید که نسبت به سایر ملل دیگه، ملت‌های دیگه که در این نقطه از کشور هستند که معمولاً لس آنجلس و کالیفرنیا رو مرکز ملیت‌های مختلف میدونند، ایرانی‌ها توجهشون به فرهنگ خودشون، تاریخ خودشون و گذشته خودشون کمتر بیشتر جزء کدام گروه هستند؟ بیگمان ما در گروهی هستیم که کمترین مهر رو به فرهنگمون می‌ورزیم و انگیزش بسیار روشنه. چیزی نزدیک به 500 هزار تن ایرانی در این گوشه از جهان هستند. آیا می‌توانید باور کنید که کمتر از 1000 بچه آموزش زبان و ادب پارسی می‌بینه؟ اون هنگامی که حوده این سنجش از دید من نه تنها زیبا نیست، مرگباره. در برابر دیگرون رو میبینیم. من در اینجا بررسی کردم و میبینیم کانونهای برپایی دارن، به ویژه آنان که از خاور دور آمدند، زیرا اونها هم فرهنگی بس نزدیک با فرهنگ ما دارند. ما هنوز یک آموزشگاه برای بچه هامون نداریم. پاسخشون رو چه خواهیم داد؟ روسها پشت چهارمشون در اروپا پا به جهان نهاده. اینها کودکستان دارن، دبستان دارن، دبیرستان دارن. باشگاه استادان دانشگاهشون رو دارن. دانشکده و دانشگاه ندارن چون دیگه نیاز نبوده براشون. ما 9 ساله که بزرگترین کوچ خودمون رو داریم. کوچی با از دیدی کوله باری پر و از دیدی دست تهی. بچه های ما بسیارشون در خانه با آوای زیبای زبان پارسی آشنایی ندارند. آیا اینها نشان از چیست؟ میشه شاد بود؟ هرگز. مزرب ها میتونم از شما به عنوان شما پدر هستین؟ نخیر نیست، ولی جوان های در خانوادتون هستند که احتمالاً آشنا باشید با وضع تربیتیشون و آموزشیشون. بله. ممکن لطف کنید بگید که آیا این بیعلاقگی به فرهنگ و آموزش فارسی در جوان ها هست یا اینکه پدر مادرها بیتوجهی میکنند بهش؟ نظرتون؟ بدبختانه در گروه ایرانیانی که در خارج از کشور به ویژه در لس آنجلس هستن، به نظر من کم کوششی از پدر و مادرها هست و یک روزی، حالا دیر یا زود، بچه ها به راستی از پدر و مادرها پرسش خواهند کرد. میبخشید که بچه ها از پدر و مادرها پرسش خواهند کرد که چرا این نیاز رو
برایشون برآورده نکردند اینکه فارسی رو بیاموزن. و الان شما اگر در اقلیت‌های دیگه به نگاه کنید می‌بینید که برای مثال اسپانیش‌ها، مکزیکی‌ها زبان خودشون رو در خونه صحبت می‌کنن و بختانه در اکثر خانواده ماها انگلیسی رو ترجیح میدیم، چون که پدر مادرها دوست دارن خودشون بیشتر انگلیسی یاد بگیرن، از بچه هاشون یاد بگیرن، و خب این به راستی زشت. من معتقدم که ایرانی در همه جای دنیا ایرانی باقی میمونه، کما اینکه هنوز پارسیگویان هند دارای دو وطنن. من برخوردی داشتم با یک آقا و خانم هندی که در زمان حمله اعراب به هندوستان پناه بردن. وقتی ازشون پرسیدم که ایران رو بیشتر دوست دارید یا هندوستان رو، من رو در مقابل یک سوال دیگه قرار دادن. گفتن شما دخترتون رو بیشتر دوست دارین یا پسرتون رو؟ معتقد هستم که ایران ایرانی همیشه ایرانی میمونه، منتها در اثر یک ضربه‌ای که بهش وارد شده یک حالت گمگشتگی و سرگشتگی داره. بگذاریم زمان همه چیز رو حل میکنه، اصل مهم اینه که قدم‌هایی داره برداشته میشه، قدم‌هایی برداشته شده. یک کیلومتر را هم با یک قدم شروع میشه، همین قدم‌های اول خیلی سازنده است. البته خانواده‌ها سهم خیلی بزرگی دارن در این که این فرهنگ ایرانی رو در وجود بچه هاشون به وجود بیارن، حتی اونهایی که در اینجا متولد شدن. درباره این آغازی که شده و امیدواریم که به توفیق به انجامه، من حقیقتا به خود شما شاد باش میگم، برای اینکه تا دیروز یک چنین جنبشی حتی در دستگاه های روابط عمومی ما نبود و این جنبش هاست که من اطمینان دارم که به موفقیت میرسه. امیدوارم.